موقف گیری های غیر عادلانه و غیر حقوقی طالبان در پروسی مذاکرات صلح روان بین هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان باعث بر این شد که نظام جمهوری اسلامی افغانستان صدای خانم ها را در مورد نگرانی ها و خواسته هایشان نسبت به پروسی روان یک همگانی کند که حقوق خانم ها در افغانستان یک امر ثابت و شرعی و قانونی است و نظام جمهوری اسلامی افغانستان به هیچ عنوان و به هیچ قیمتی از این حقوق نمی گذرد و حتی زنان افغانستان مثل زنان چندین دهه گذشته نیستند که از حقوق و مسئولیت های خود آگاهی نداشته باشند و یا اینکه اجازه بدهند نهادی، فردی، گروهی یا کسانی یا کشوری بیاید در مورد حقوق و سرنوشت آیندی زنان افغانستان تصمیم بگیرند. لحاظ سیاسی یا لحاظ از اینکه شما رو خوش بسازیم این کار رو بکنیم، ما وجبه دینی ماست، وجبه اسلامی ماست، وجبه وطنی ماست که ما از حقوق زنها دفاع کنیم. امین اسلام شما میدونید اسلام یکی از ظهورش در جزیره العرب در مکه یکی از ظهورش ظلم و ستم سر زنها بود که دختران زندگی ها بود. خود اسلام که به اصلاح ظهور کرد در جزیره العرب خوبی اولش این است که باعث ارتقای ظرفیت بانوا میشه، حداقل در مورد نقش خودشان در این پروسه آگاهی حاصل میکنن. خصوصا ما امروز 100 خانم دعوت کرده بودیم، 100 خانم در مورد نقششان در این پروسه معلومات حاصل کردن. و دومی که حمایتشان از طرف ارگان های محلی هستند، این خانم ها آگاه شدن، دریافتن که اینها از طرف ارگان های محل، از طرف حکومت حمایت میشه و نقش اینها در حکومت نادیده نگرفته شد. که ما شهید در پانتون کابل که شهید همی بودیم که یک انتحاری رفته بودن اونجا، بیشترینش خانم ها بودن که تلف شدن دیگه و مادر داشت. زنان سازندگی زنان در خانواده و در اجتماع این نهایت مهم هست و اسلام عزیز برخان تاکید داشته و با اون توصیه های بیشتر نداشته. سالاری واقعا هم مرد سالاری و هم زن ستیزی وجود داره. یکی بحث گروه های مخالف است. ما تنها ملامت گروه های مخالف نمی کنیم، ما داریم بعضی اشخاص یا بعضی مرد ها یا بعضی خانم ها یا بعضی اداراتی داریم که به خاطر پیشرفت زنان اصلا پیشرفت زنان دیده نمی تانن، همیشه تیشه بر پای زنان می زنن، همیشه سر راه زنان قرار می گیرن. خصوصا زنانی که در اجتماع هستن، در جامعه هستن، می خواهن چیزی شون فعالیت بکنن، دفاع از حق و حقوق زنان بکنن یا ای که صدا بلند بکنن، همیشه صدای اوه زنها را خاموش میسازن. خیلی ممنونیم از مشارکت شما. حمایت شما باعث شده تا هزاران تن در صفحات فیسبوک، تویتر و یوتیوب گزارشات و خبرهای موثق ولایت سمنگان و افغانستان را از سیمای صلح دنبال نمایند. تشکر از مشارکت شما. سیمای صلح، صدای جدید. مخاطبین عزیز، برای حمایت بیشتر از فعالیت‌های رسانه‌ای کانال یوتیوب سیمای صلح را سابسکرایب و صفحات فیسبوک را پسند نمایید. فقط با یک کلیک از تمام رویدادهای سمنگان و افغانستان آگاه شوید.